در آستانه روز فردوسی و به منظور پاسداشت این شاعر بزرگ، دومین جشنواره فردوسی و حماسه 12 رخ در دهستان زیبد گناباد برگزار شد. جنگ 12 رخ نام یکی از جنگ‌های ایران و توران است. در شاهنامه فردوسی به طور مفصل به این جنگ حماسی که یکی از مهمترین پیروزی‌های دوره پادشاهی کیخسرو بر توران است، پرداخته شده. جنگ 12 رخ در کوههای زیبد رخ داده و فردوسی در اشعارش 11 بار نام زیبد و 12 بار هم نام گناباد را به کار برده. مراسمی با یاد فردوسی در کنار آثار به جای مانده از قلعه تاریخی روستای زیبد گناباد. مراسمی که حتی در خیر مقدم‌های معمول هم کلام فردوسی در اون جاریه. در واقع یکی از بخش‌های مهم شاهنامه جنگی هست که در زیبد رخ داده به نام 12 رخ. امروز در روستای زیبد به همین مناسبت در آستانه بزرگداشت روز فردوسی برنامه‌ای تدارک دیده که این رخداد رویداد فرهنگی ارزشمند رو پاس بدارن. زیبد رهیم قوم و کناوند سپاه، زیبد رهیم قوم و کناوند سپاه، در اون دشت از ایشان کبود و سیاه. این باعث خوشحالی است که یکی از اسطوره‌سازی ها در منطقه ما اتفاق افتاده و در شهرستان گناباد، و این نشان از غنای فرهنگی تاریخی این منطقه رو داره. بیامد خروشان بدان دشت جنگ، به چنگ اندر اون گرز گاوره به کشتی گرفتن نهادن سر. میهمانان برجسته از استان و چند کشور خارجی هم در این مراسم حضور داشتند. حضوری که میتونه در معرفی فرهنگ خراسان و توسعه گردشگری گناباد موثر باشه. من دوست دارم که انشالله در آینده مسافرانی از کشور ترکیه رو برای دیدار به این منطقه بفرستم. یادمون باشه که فرهنگ ایران مدیون فردوسی و شاهنامه فاخرش است. تو خونه‌های قدیمی معمولاً یه نسخه از شاهنامه بود. الان نمیدونم وضعیت شاهنامه تو خونه‌ها چجوریه. اگه تو خونه‌تون شاهنامه نیست، لطفاً تو این روزهایی که به نام فردوسی است یه شاهنامه تهیه کنید تو خونه داشته باشید و البته مطالعه کنید لطفاً. سید علی صدایی، خبرگزاری صدا و سیما، گناباد.